سلام علیکم. ما ملخیم هستیم، ملخیم الف. ما وسط پرک 11 هستیم، پاسوق تتزعین. ولی قبل از اینکه بریم سراغ پاسوق تتزعین، ما پرک یود الف پاسوق تتزعین. حالا ما یک خلاصه از این پرک را میگیم، بعد شروع میکنیم پاسوق تتزعین. در پرک یود الف ما میبینیم که شلومو ملخ نوشته بود زنای زیادی را عقد کرد، یعنی اینا را لگیر میکرد، اینا را یهودی میکرد و بایشون ازدواج کرد، که گفتیم زنای پاشوت هم نبودن، بگیم آدم های معمولی نبودن، اینا زنهای شاهزاده و حاکمزاده و رد بالا بودن. 700 تا زن رسمی داشت، 300 تا زن بیخیی به سر زن موقت و دختر پرعو، همه توی یروشلایم، ولی برای هر کنومشون خونه های جدا. که گفتیم موقع پیریش، وقتی که پیر شد، اینها به سر قلبش را منحرف کردن. نوشته بود که قلب شلومو ملخ را با اون همه حکماش موفق شدن که منحرف کنن. بعد نوشته بود حدد ها ادومی رزون بن الیدا از دمشق و یروام بن نواد، اینها در موقع آخر عمر شلومو اینها شدن براش ستم. یروام بن نواد به اصطلاح دست بلند کرد بر سلطنت شلومو ملخ. چرا؟ اومد به اصطلاح یاغی شد، سرکش شد. یروام بن نواد، اینو نخونیم هنوز، من دارم جلو جلو اینا رو توضیح میدم. یروام بن نواد اومد به اصطلاح سرکشی کرد به ملخ شلومو. چطور اومد؟ یک چیزی درست کرد، حملو تگر پرس ایر داوید اویو، یعنی شهر داوید پدرش را به صلاح جلوش را گرفت، جلوی دروازهش را بست. و یروام یک قهرمانی بود، یک پهلوانی بود که به صلاح خیلی آدم ها ازش حساب می بردن. نه، این یکی از به اصطلاح آدماش بود که سرکش شد، یاغی شد بر سر شلومو ملخ و این را به اصطلاح یکی از آدمهای شلومو ملخ بود. یروام بن نواد از یروشلایم اومد بیرون و اخیاه شیلونی را دید که اون ناوی بود و بعدا میبینیم که لباس نوی پوشیده بود و اون را میگیره پاره میکنه به 12 قسمت این لباس را و به یروام 10 تا از این تیکه ها را میده و بهش میگه به تو 10 تا شواتیم را دادم. و یروام فرار میکنه به خاطر خشم شلومو ملخ، میره یک جایی که چی؟ علوی پادشاه مصر به اسم شیشک. میه اونجا تمام مدتی که شلومو ملخ زنده بوده، یروام بن نواد اونجا توی مصر علوی شیشک، علوی پادشاه مصر اونجا میمونه. 40 سال شلومو پادشاهی میکنه برای یروشلایم، از موقع خروج مصر تا ساخته شدن بیت المقدس 480 سال طول کشید. این خلاصه پرک یود الف 11 بود. حالا ما وسط پرک یود الف هستیم. من بعضی چیزاش رو جلو جلو براتون گفتم. میفرماید برمیگردیم به پاسوقای خودمون. پاسوق تت زین. صفحه عین بیت. و
الان توی چیزای باستان شناسی و اینا بعضیش رو پیدا کردم، توی حفاری و اینها. بله یک مقدارش رو پیدا کردم. بر بخطر اونای الوحین مونی سعولا مشه هر کل نهیا بدوار. بله می فرماید تدزین، پسوق تدزین که ششت خودشیم یشب شم یو آو به خول اسرائیل اد هیخرید کل زخار به ادوم. که در ادامه هفته پیش میگه، میگه شش ماه یوآب و تمام اسرائیل در اون مکانی که داوید ملک رفته بود ساکن شدند تا اینکه تمام زخارهای ادوم را نابود کردند. و ایورخ اداد هو و انشیم ادومیم معبدی اویو ایتو لوا میتراین و حداد نعر کتان. بله می فرماید فرار کرد عدد و آدمهاش، همه آدم های ادومی بودن ولی ادوم بودن، اینها از غلامان پدرش بودن، همشون فرار کردن اومدن به مصر. و اون موقع حداد یک جوون کوچکی بود، یک نوجوونی بود. یود زین نداریم، میره جلو یود خد. بله حداد باباش کی بود؟ باباش ننوشته. نه حداد، حداد نه، از پادشاه ادوم بود، مال ادوم بودن. یودخت می فرماید و یقومو می میدیان و یقومو پران، برخواستند از میدیان و اومدند به پران. و یکو انشیم امام می پران و گرفتند با خودشون آدمهایی از پران. و یقومو مصرعیم ال فرعون ملک مصرعیم و اومدن به مصر به نزد فرعو پادشاه مصرعیم. و ایتن دو بیت و لحم و بهش خونه داد، نون داد به صلاح، یعنی حقوق داد. امرلو و ارت و لحم امرلو و ارت نتنلو و به صلاح مکان زندگی بهش داد. اینها روم میدیان. خب متوزد داوید اینجا توضیح میده یودخت، میگه و یکوم و میمیدیان. این چطور از میدیان میگه سر در آورد؟ این که گفتیم از جای دیگه فرار کرد. میگه کی بارخو درخ میدیان، چون از وسط از طریق میدیان فرار کرده بودن، از اونجا اومدن به پاران. ولکو مهم انشی میشم، اونجا با خودشون آدمهایی هم آوردن که بیان برن مصر که آدماش زیاد بشن. لیهیود نیر ای بینه، چرا اگه مثلا تک و توک می اومدن هر آن میگفت شما یه مش آدم اومدید اینجا، من شما یه مش آدم های فراری هست. با خودش یه آدم آدم هم از پاران آورد که مثلا نشون بده آه ما یک جمعیتی هستیم، ما به صورت مهاجر اومدیم، ما آدم های خشوب هستیم. لیهیود نیره بینه فرعو لستر و گدول، این طور به نظر فرعو برسه که من یه حاکمم، من یه وزیریم، من یه شخص بزرگیم. و اون موقع بود که فرعو بهش چی داد؟ نتن رو بایت لشبت با خونه داد بهش که بشینه توش. و امر لطد و لخ مخلو، دستور داد بهش مستمری بدن، بهش حقوق بدن. و اف نتن رو ارت لنخلا، حتی یک تیکه زمینم بهش داد برای خودت. کن یوتت، پسوق یوتت می فرماید و اینتا حداد خن به عینی فرعو مئود. حداد یا همون عدد خیلی آبرو پیدا کرد در نظر فرعو، یعنی فرعو خیلی ازش خوشش اومد. و ایتن لو ایشا، بهش زن داد. کیا؟ ات اخوت ایشتو، خواهر زن خودش را فرعو داد به این. اخوت
تخپنس اگویرا، خواهر زن پرعو. اسم زن پرعو تخپنس بود. تخپنس بزرگ، خواهر تخپنس را بهش داد. بله، اگویرا یعنی حملکا، یعنی تخپنس ملکه، خواهر تخپنس ملکه را به این هدف داد. شد عرب با جنابش، همریشش پرعوش در پرعون من ریش داشته نه، ولی همریش. خب کاف گویم بود، گویم همریش نمیشه داشته باشیم با جناب مجان. بله همشون گویم بودن دیگه. و تیل علا کاف، پسوق کاف، و تیل دو اخو تخپنس ات گنووت بنو و تگمله هو تخپنس به توخ بیت فرعو و یهی گنووت بیت فرعو به توخ بنی فرعو. می فرماید جان بابا اینا گوین بودن، چه رفتی به چی داره؟ نه این فرعون فرعوی اون زمان نیست. اونا اینا به هر حاکمشون تو مصر میگفتن فرعو. فرعو یعنی فرعون. حالا فرعون اول داشتیم، دوم داشتیم، چندم داشتیم. و حالا میفرمایه چی؟ زایید براش خواهر تخپنس براش پسرش را زایید، اسم پسرش را گذاشتن گنووت. گنووت پسرش را براش زایید و اون را تخپنس از شیر گرفت در خانه پرعو و گنووت، اون بچه که اسمش گنووت بود، در خانه پرعو بین به اصطلاح اهل خونه فرعو بزرگ شد. اونجا دیگه مثل اونا شد و مثل دربار فرعو و اینا هم شد، مثل یکی از اینا. میفرمایید اینجا کاف میگه به توخ به نه الیهیوت مگودل ایماهیم و دومه لهم، با اونها بزرگ شد و شبیه اونها شد این گنوبر. کاف الف پس اون صدای گربه هست؟ گربه میاد تو اونجا؟ ایشون میگن موش هست، گربه هم بیاد. خب کف الف میفرماید وحدر شما وحدد ببخشید وحدد شما به مصرعیم کی شخف داوید ایم ابوتاو. شنید حدد وقتی که تو مصر بود، شنید که داوید فوت کرده. داوید ملک از تو مصر شنید که داوید ملک فوت کرده. و خی مت یوآب سر توا، همه اینا از دست داوید و وزیر جنگ داوید یوآب فرار کرده بود. حالا چندین سال رفت اونجا زن گرفت و دیگه مون تو مصر اینا. حالا تو این هین و بین که بچه داشت بزرگ می شد اونجا پلی پر آه، حدد شنید تو مصر که شنید که داوید ملک فوت کرده و همچنین وخی مصر یوآب سر توا و یوآب هم وزیر جنگ داوید هم اونم فوت کرده. حالا که دیگه دو تا دشمنش فوت کردن و یومر داوید و یومر حدد ال فرعو، حدد رو میکنه به فرعو میگه شلخنی و اله خلارتی، من رو بفرست، من بذار من برم سرزمین خودم، برم اونجایی که بودم. جان باید ظاهرم بره. راشی کف الف میفرماید کی شخف داوید، داوید چه مت میتا اسمو، داوید فوت کرد
فوت طبیعی خودش را. نعم رب و شخیوه. میگه نگاه کن چرا در مورد داوید میگه شخب یعنی خابید، ولی در مورد فوت وزیر جنگش یوآب نمیگه خابید، میگه مت، میگه مرد. چرا در مورد داوید میگه خابید، در مورد یوآب میگه مرد؟ میگه داوید شمت میتات اتمو نمرا باش خیوه. داوید که مرگ طبیعی فوت کرده واسه همین نوشته خابی. یوآب شنه رگ نمرا با میتا، ولی یوآب چون کشته شد تو جنگ واسه همین نوشته در موردش مرد. این یک پروش دوار آخر. یه پروش دیگه میفرماید چرا در مورد داوید نوشته شخب، در مورد داوید نوشته خابید، ولی در مورد یوآب نوشته مرد. یه داوید شهنیخ بن هگون ممله مکمو نمر باش خیوه. داوید ملک که از خودش یک پسر شایسته باقی گذاشت جانشین خودش، واسه همین در موردش نوشته خابید. یه انگار نمرده چون از خودش جانشین لایقی گذاشته بود. شنو معامله واسه همین همچین پدری نمیمیره، این انگار رفته خابیده. یوآب شلو این یخ بن هگون ممله مکمو، ولی یوآب وزیر ارتش داوید که از خودش پسر شایسته جانشین خودش نذاشته بود، لو نمره باش خیوه، راجبه اون ننوشته خابید که این میتا، بلکه نوشته مرد. بعد پاسوق کاف چند هستیم؟ کاف بیت می فرماید خب پس این گفت به فرعو منو بفرست برم. و یومر لو فرعو کی ما اتا خسر ایمی و اینخا موقش للخت ال ارتخا و یومر لو کی شلی یخ شلحینی. گفت بهش فرعو، گفت چی کم داری اینجا پهلوی من که میخوای بری به کشور خودت؟ گفت به فرعو نه، با تمام این وجود من را بفرست که من برم، اجازه بده من برم. باف گیمل یوم میخوام برم، میخوام برم به وطنم، میخوام برم کشور خودم. حتی بله اینم این بسیاره اونا فهمیده بود بله، ولی میگه از من که الان اون فوت کرده، تو اینجا الان همه چی داری، داری زندگی خودت هم میکنی، من بهت خونه دادم، زندگی دادم، زن داری، بچه داری، اینجا دیگه کجا میخوای بری؟ اینجا همه چی هم به خرج من داری، میخوری میخوابی، چی کم داری؟ بسه چی میخوای بری؟ میگه نه من میخوام برم. کاف گیمل میفرماید و یقیم الوهیم لو ستن ات رزون بن الیدع اشر برح مئت حدد عزر ملخ توبه ادوناو. یه برپا کرد خداوند برای اون یک ستنی را، کیا؟ رزون پسر الیدا که فرار کرده بود از دست حدد عزر پادشاه توبه آغاش. حدد عزر پادشاه توبه آقای این بوده، اربابش بوده، و این ارباب کی بوده؟ این آدمی که اسمش رزون بوده، رزون پسر الیدا. این رزون از دست اربابش که پادشاه سوا بود به اسم حضرت عزت فرار کرده بود. حالا همین رزون را هشم میکنه ستان، بلند میکنه براش به عنوان ستان این را. تفکیمل میفهمه رشی و یقیم الوکیم رو ستان
برای کی بلند میکنه ستم؟ این رزون ستم برای کی میشه؟ یه لیشلومو ستم میشه واسه شلومو. و زهو شمر نتن هنوید دوید، این همونیه که نتن هنوید به دوید گفته بود. اشیر به هعوتو به هخختیو به شوت انشیم، یعنی اگر کج بری از راه من سرزنشت میکنم با چوب انسانها. یک کاری میکنم، یه آدمی بیاد این به اصطلاح بشه چماق بر سر تو، که تو را بدونی که این به خاطر این بود که بعد چون داوید ملک خیلی ارج و قربت داشتن نظر هاشم، هاشم بهش گفت من از تو شروع نمی کنم، از پسرت شروع می کنم، یعنی از شلومو. واسه همین در اصل باید این چیزا بر سر داوید می اومد، ولی داوید ملک پارتی بازی کرد و هاشم برخت از داوید گذاشت راحت بخوابه. بعد از شلوم، از سر شلومو، شلومو هم خب نوشته آخر عمری زنها قلبش را از راه هاشم منحرف کرده، واسه همین دیگه هاشم سر شلومو این را بر سرش آورد. این رزون شد یکی از ستنها برای شلومو. حالا توضیح میدونم جان؟ بله، حالا میگه چجور. خب کاف دلت و یقبط علاو انشیم، فرمویت جمع کرد بر سر اون انسانها را، آدم ها را جمع کرد. و یهی سر گدود و هر روگ داوید اتم، وقتی که داوید اونها را کشته بود، این حالا شد خودش شد رئیس به صلاح هنگ، شد سرهنگ اینها. و یلخو دمشق و رفتن به دمشق پایتخت سوریه. و یشوو با و اونجا سکونت کردن. و یملخو به دماسق و حکومت کردن در دمشق. افتالت اینجا نداریم، رشی نداریم. اینجا متودا داوید کافتالت میفرماید به هرود با ات شهرک داوید خیر حدد ازر، میگه داوید کیا کشته بود؟ میگه سپاه حدد ازر را داوید کشته بود. وقتی که اون سپاه بابای این را به سرانی کشته بود، بارخ از رزون، اون موقع بود که رزون فرار کرده بود. و وکوت الاو انشیم، دور خودش آدمای جمع کرد. و یهی لهم به روش، خودش شد سر اون آدما. و به شوب حدد لارتو، الان که حدد برگشت به سر کشور خودش، هلخ گم هو و انشاب ال دمسک و مشروبا. الان که حدد به کشورش برگشت، اون هم با آدماش رفتن دمشق و اونجا سلطنت کردن. و حیات دعتو لهید خبر ایم حدد و لهید خون به اسرائیل، نظرش این بود که بره رزون، بره با حدد با همدیگه متحد بشن بجنگن بر ضد اسرائیل. خب پاسوق کاف هی و یهی ستن اسرائیل کل یمشل و مو و تهرعا اشر حداد و یقوت به اسرائیل و املوخ از ارام. تمامیت ستن شد برای اسرائیل تمام ایام شلومو، و اون بدی که حدد اصطلاح کرده بود، تمام اینها شد مثل یک چی، مثل یک خاری شد برای اسرائیل ها.
و سکونت کرد بر سر کشور ارام. توضیح میده اینجا کافهی رشی ویت هرعش هدد ایم هرعش الید هدد، یه با اون بدی که توسط هدد درست شده بود. هایتا گم زوش رزون، یه یکی اون بدی و اون اذیتی بود که هدد داشت به شما میکرد، اون بس نبود، این بلای رزون هم اومد بر سرش، این هم اومد اذیت کردن شلومو. که حالا میرسیم پاسخ کاف واو. کاف واو میفرماید و یروعام به نوات افراتی میند سرده و شم ایمو تروعه ایشا المنه عبد شلومو و یرم یاد بمیلیخ. تا الان چند نفر ضد شلومو بلند شدن؟ تا الان دو نفر، یکی هدد بود، یکی رزون بود، حالا یکی دیگه هم ستن بلند شد بر ضد کی؟ شلومو. و اون کی بود؟ یروعام بن نوات. میفرماید و یروعام بن نوات از منطقه افرات، از شهر تردا، نام مادرش تروعا که یک زن بیوه بود. یروعام بن نوات کی بود؟ عبد شلومو، غلام شلومو بود. و یرم یاد بمیلخ، دست بلند کرد بر سر پادشاه، نه اینکه واقعا دست بلند کرد، منظورش اینه که یاغی شد بر سر پادشاه، سرکشی کردش. چطور؟ اینجا توضیح میده کاف واو رشی چطور دست بلند کرد بر سر پادشاه، یعنی چجوری یاغی شد بر سر شلومو. میفرماید رشی هخیخو برابدیم، پادشاه را سرزنش کرد جلوی مردم که این چه کاریه تا میکنی، این اینجوری نباید بکنی، اینجوری باید بکنی، کی جرأت داره به پادشاه اینجوری حرف بزنه. یه این سرکشی کرد، طغیان کرد بر سر پادشاه، اینطور که سرزنش کرد پادشاه را در جلوی مردم. صاف زین و زی ادوار شهر هریم یاد با ملخ، قضیه یه که سرکشی کرد بر پادشاه شلومو بنا ات همیلو سگر ات پرس پیر داوید اویو. یه قضیه چی بود؟ یعنی چی به شلومو چجوری سرزنش کرد شلومو را؟ یه شلومو اومده بود کجا را درست کرد؟ میلو، میلو را درست کرد. حالا توضیح میده راشی میفرماید زه ادوار اشیر حقیقو علاو، این چیزی بود که چجوری، چی گفت مگه به شلومو که ما میگیم شلومو را سرزنش کرد؟ یعنی بهش گفت کارت اشتباهه، چیه، چی گفت مگه بهش؟ میگه شلومو اومده بود، میفرماید راشی شلومو بنایت همیلو، شلومو یک بنیانی درست کرد به نام میلو و به بنیان زه سگر پرت عیر داوید شایه پرت اخوره همیلو. داوید همیله شلوم علیه و همش توی روشنایمه، همش توی روشنایمه. داوید همیله توی جنگایی که کرده بود، یه بار که اومده بود بیاد توی شهر، دروازه ها اینا بسته بود، زده بود دیوار را شکسته بود و اومده بود تو. به اینجا میگفتم پرت، پرت یعنی رخنه، یعنی اینجا را شکست اومد تو. خب اینجا را گذاشته بودن به عنوان مثلا یادگار داوید ملک، اینجا پرت، اینجا شهر داوید که از اینجا رخنه کرده زده شکسته اومده تو. اومد جلوی این رخنه، شلومو اومد یه ساختمون درست کرد و این رخنه رو بست.
یه ساختمون درست کرد به اسم میلو. این میلو را کجا درست کرد؟ درست جلوی اونجایی که بابا شکسته بود اومد تو، این به اصطلاح بس اینجا را، این ساختمون درست کرد به اسم میلو، گذاشت جلوی این فرسه. میفرماید رشی شلومو بنای تا میلو، شلومو میلو را درست کرد و ببینین زه با این بنایی که درست کرد سگر ات پرت حیر داوید، اون به صدا اونجایی که بابا شکسته بود اومده بود تو شهر داوید را بست، یه ساختمون درست کرد جلو اون شکسته را بست. بله نه داوید شکسته بود اومده بود تو، انگار جلوی داوید را میخواستن بگیرن، در قضیه داوید بود، اونایی که تو شهر بودن نمیخواستن بزنن که داوید بیاد و اینا، یه حالت کودتا حالت اینجوری تقریبا من یادمه که داوید ملخ نوشته، یه پاسخ داریم نوشته ملخ پرت قدر، یعنی پادشاه اجازه داره از هر راهی دلش بخواد بیاد تو، حتی بزنه دیوار رو بشکنه بیاد تو. کسای دیگه بهش میگه آقا در اونجاست، چرا از اینجا اومدی؟ به پادشاه نمیتونی این حرفی بزنی، پادشاه دلش بخواد بگه میگه آقا در اونجاست، پادشاه میگه من نمیخوام تا اونجا برم، من میخوام از همینجا برم، اینجا رو بشکنید بریم تو. نوشته ملخ پرت قدر، حتی جدار باشه دیوار باشه ملخ این اجازه داره که بشکنه اونجا رو، بگه اینجا رو من در درست کنیم همینجا. این کار کرد داوید، این پرت درست کرد، یه رخنه درست کرد، اینجا همیشه مون به اصطلاح خاطره شهامت داوید، که داوید همچین ملخیه اومد بیاد تو شهر اینجا درست کرد و مون. گذشت داوید شهر خودش، ولی به صدر اینا نبستنش، اینا گذاشتنش به عنوان یک دروازهی، نه دیوار بود اینجا اون به صدر، ولی در و اینا رو چیز کرده بود. داوید گفت من میخوام از اینجا برم تو، بشکنید، شکستنش کرد، اینجا اسمش شد پرت، یعنی رخنه‌ای که داوید اومد از توش. اینا هیچ کس تعمیرش نکرد، گذاشتنش به عنوان شجاعت داوید هم میلش اینه، گذاشتن اینجا مون تا زمان الان که داوید فوت کرده و اینها. شلومو اومد، یه ایام پیری شلوموه، شلومو یه چیزی درست کرد، یک بینیانی درست کرد، زشت اینجوری و اینا، یه بینیان درست کرد به اسم میلو. این میلو رو آورد درست دم همین که این بینار که درست میکنه این شکافه هم ببنده، شکافه رو بست. میفرماید به بینیان زه، راشی میگه به بینیان زه سگرت پرت حقیر داوید، و با این بینیانی که درست کرد این رخنه ای را که به درون شهر داوید بود بست. شایع پرت اخوره همیلو، این پرت پشت بینیان میلو بود. حالا میگه یروبام بن نواد سرکش شد بر شلومو. چجوری سرکش شد؟ میفرماید رشی اومد سرزنش کرد شلومو را در ملای عام، جلوی همه سرزنشش کرد. چی بهش گفت؟ رشی میگه امر رو بهش گفت اویخا پرت پرتوت به خما لیکنس با اولی رگالیم، پدرت دیوارها را شکست، دروازه ها درست کرد، نه یکی نه دوتا، دروازه درست کرد که اولی رگالیم بیان راحت بشن، نه من دور بزنن که آدم هم راحت بشن. تعمیر نکرد، مخصوصا اینجا را زد شکست که اونایی که میان اولی رگالیم زیارت به تمیق داشت دیگه مجبور نشن، اونا که از اومر میان را داشته باشن، اینا که میان نرم دور بزنن، همه از این شکاف های تو دیوارها اینجایی که شکسته بود براشون بیان تو. پدرت اینجور کرد و حتی گدر تا و تا تو اومدی بستیشون اینا را. لعصوت انگریا لبت پر او من میدونم چرا این کار رو کردی،
خواستی برای خانومت واسه دختر پرعو غلام چیز کنی، به اصطلاح بیگاری و غلام و این چیزا جور کنی. لهوشیو شام عوده ها و مشارته ها، که تو اونجا به اصطلاح غلام هاش و کنیز هاش را اونجا بنشونی. تو بینیان، بینیان تو سختی که غلام ها بیان، غلام های دختر پرعو در جلوش جا داشته باشن، اینا جای خواب و خوراک داشته باشن، همه کاره کردی واسه یه زنت، واسه دختر پرعو. این حرفا را یروان به نواد جلوی مردم تو صورت شلومه ملک بهش گفت. اینجا شد که بهش یاغی شد به شلومه، و اینه غلام شلومه بود. تو بله، اینم کاف زین خوندیم. بله، چروش بهش کن. کاف خید. پسوق کاف خید میفهمید و هایش یروام گیبور خیل. یروام یک آدم ضعیفی نبود، یک پهلوان جنگجو بود. و یر شلموه تا نعر کی اصه ملخه هو و یفقد اوتو لخول سیول بیت یوسف. بله، میفرماید شهو مهیر بوده، میگه دید شلومو عمله، دید بله، دید شلومو که این جوونک خیلی زبر و زرنگه، خیلی زرنگه، و گماشت اون را که باشه جان یروام. بله، اجازه بدید ببینم مسودت داوید چی میگه. کیوسته ملخه، بله، فرماید و یر شنو دید ربروزرنگه، اون را گماشت که باشه به صلاح مباشر مالیات گرفتن از طعم، از طرف کی؟ از طرف پادشاه. فرماید راشی و یر شلموه هم نعر، میگه داره قبلش را میگه، کودم لخن کامه راشی، یعنی قبل از اینکه این حرف را به شما بزنه، قبلا چی بود که این شده بود غلام شلموه؟ چطور شده بود منتخبه به سر شلموه ملخ؟ میگه چون شلموه قبلا این جوانک را دیده بود، یرومام را دیده بود، کودم لخن کی اصه ملخهو مهیر بیملختو و زریر، که این آدم یک سریه تو کاراش، آدم چابکیه. یه روان به نواد همی که بعدا میگه بی خودی اینا نکرده بوده چه کاره ای، چون دیده بود که این خیلی چابکه، خیلی زبر و زرنگه تو کاراش، و همین این رو گماشت و یفقد و تو این رو گماشت برای لخول سیول بیت یوسف. می فرماید اینجا راشی لخول مسکی میسین ده بیت یوسف منشه و افرایم لفی چه میشه بیت افرایم هیا. یه از چه شبتی بود؟ یه روان به نفات الان خوندیم، این چند تا پاسخ بالاتر خوندیم، برای چه شبتی بود؟ یه روان به نفات بابا دو تا سه تا پاسخ بالاتر خوندیم، الان خوندیم و یروام بن، پاسخ کف باب خوندیم و یروام بن نواد افراطی، افراطی بود، خیلی آدم افراطی بود. افراطی یعنی چی؟ یعنی از شبت افرایم بود، افراطی. اونا که از شبت افرایم بودن بهشون میگفتن افراطی، ماله افراطی، ماله افرایم بودن. میگه چون یروام بن نواد ماله خودش ماله شبت افرایم بود، این را گماشت که مسئول مالیات گرفتن باشه از کجا؟ از شبت منشه و افرایم.
بیت یوسف، یعنی اینو گذاشت برای قسمت خاندان یوسف. خاندان یوسف کیا بودن؟ دو تا پسرش منشه و افرایم، یعنی اینو گذاشت برای شبت منشه. تو مسئول گرفتن مالیات از شبت منشه و افرایم باش. واسه همین این شده بود مقرب دربار شلوم المله. بعد اینجا برای خش کنیم، یار گله داره اونجا برای خش کنیم، وقت نمیذاره. بله دو دقیقه وقت داریم. خب اینم قبلش، قبل اینکه تشریف بیارید گفتیم بهش نشونه داده بود ناوی جا، شاید بعدم برسیم. بله بعدش میرسیم که این فرار میکنه و این ناوی را میبینه. ناوی یک جامعه، یک لباس نو داشت، لباسه را تیکه تیکش میکنه، 12 قسمت میکنه، 10 قسمتش رو میده بهش، میگه 10 شبت را دادم بهت، یعنی 12 2 تا اون بعد 10 تا هم تو. میرسیم الان تو خلاصش خوندیم. بله بله جزه بدید محیم میشیم. کجا خوندیمش؟ توضیح دادیم یا اینه لباس ناویه بود. ناویه کی بود؟ اخیا اشیلونی اخیا بود. این یکی دو تا پاسخ بعد میخونیم. اینا الان میرسیم. اینا به عنوان نشونه بهش این کار کرد. یعنی چی میگه؟ پاسخ کافته. بله اینجا میگه یه توی گماره میگه، میگه یروام بن نواد تمیز حلقامه خیلی بزرگی بود، خیلی، ولی خیلی هم سرش میشد و اینا. ولی یه چیز بدی که داشت این بود که گعوا داشت از همه بالاتر، غرور و تکبر داشت. تا حدی که میخواست به خاطر همین طمعش و همین حسودی که میکرد به داوید و به بچهشون اینا و اینا، میخواست که سرکشی کنه. که حتی نوشته توی گمارات از شمید بارخ میدونست از این چیز خوبی ممکنه در بیاد، چون این تلمیر حقام هم جنگجوی بزرگی بود، هم آدم زریز بود. اینجا می نویسته آدم خیلی چابک و زبر و زرنگ بود تو کاراش، مهر کاراش رو میکرد و تلمیر حقام خیلی خیلی بزرگی بود، خیلی. که میاد از شمید بارخ دستش رو گیوه خود میگیره، میگه برگرد تشوبا کن، که اگر برگردی تشوبا کنی منو بنیشای و تو، بنیشای کیه؟ داوید. من و بنیشای و تو ستایی با همدیگه میریم توی گن ایدن گردش میکنیم. هشم میگه بهش. این چی میگه؟ به هشم میگه میباروش. اول کیه؟ کی اول میره؟ هشم میدبرخ بهش. ما تو که شنیدی هشم داره به چی میگه؟ هشم میگه نه ببخشید، هشم میگه انی و اتا و بنیشای. هشم بهش میگه من، تو و بنیشای داوید، یعنی داوید آخر، اول تو. بعد این دوباره میخواد بشنمه، میگه می باروش، کی اول؟ اول کی؟ هشم میگه بنیشای باروش. میگه حالا چون اینجا حرف زدی، اول داوید بعد تو. میگه ایها خیلو با اینن، اگه نه نمیخوام. بعد برگشت و کافر شد و رفت و اونم دو تا گوساله طلایی درست کرد. حالا بعدا میرسیم. دو تا گوساله طلایی درست کرد و سر راه گذاشت و گفت هر کی بره زیارت بتمیقداش
علش میکنم بلش میکنم، هر کی میخواد داره زیارت رو بتنیم کنست. این دوتا، این دوتا گوساله تلایی همین به این دوتا بیارید. نه نه بله، تازه اون دورش فتوشاپ و این چیز هم نبوده بگیم. بله خب، ما یعنی اینجا نگهش میداریم به عزت شم بارو خدمه الورم آمین و آمین. در پاسوق کافته این